یه بحث توی ابزارهایی که اشاره کردیم، تو ابزارهای کنترلی مثلا بحث حضور بازرسان ناظرانه، خب همیشه صحبت از این بوده که اصلا تعداد اینا کفاف این نمیده که حتی در سال بتونن یک بار یا حتی در طول 4 سال شاید مثلا 4000 بازرس برای مثلا 4 میلیون بنگاه اصلا تکافو نمیکنه که بخواد این نظارت رو داشته باشه. به فرض اینکه بتونن نظارت بکنن، همشون محکوم به مثلا خطا نمیشن که بخواد مجازات بشن. اگر مجازات یا جرایمی برشون در نظر گرفته بشه، اصلا بازدارنده نیست به اندازه کافی. یعنی ابزاره خیلی ابزار قوی نیست به نظر. بله، ببین ابزارهای مثل بازرسی که ما الان میکنیم اینا روشهای خیلی حرفه‌ای نیستند. مثلا یکی شبیه میتونه انجمنهای حمایت از مصرف کنندگان باشن که ذینفع اندر این موضوع، یا این که همون که من اشاره کردم سامانه جامعه تجارت. یعنی اگر ما این سیستم رو کامل که در بسیاری از کالا ما تا آخر امسال اجرایی خواهیم کرد، بتونید جریان کالا و جریان مالی رو کنترل بکنید، به طور خودکار افزایش قیمت‌هایی که اتفاق میفته اگر بیش از یه حدی باشه، سازمان حمایت میتونه به طور بدون اینکه بره بازرسی بکنه با دادهایی که از این سیستم میگیره اعمال قانون بکنه و به عنوان گرانفروشی باش برخورد بکنه. یعنی گاهی موقع ما یه سیستم اطلاعاتی نداریم، بنده اون یک بازرس مراجعه میکنم، یک جایی مشاهده میکنم، یه گزارش میدم که بعد ما ممکنه تو این قضیه بگیم که این آیا چقدر اشراف داشته، چقدر اطلاع داشته، آیا منافع همسو بوده نبوده. اما گاهی موقع شما یک بستر اطلاعاتی ایجاد میکنید، بدون که افراد برن دونه دونه هی بخوان اطلاعات بگیرن، از این سیستم دادهای لازم بیرون میاد. البته رو خود صندوق مکانیزه فروش منظورتون نه، اصلا صندوق مکانیزه فروش یه چیزی بود که تقریبا شکست خورد، ولی این یه چیزی تو هم مایه ها. حالا من بخوام خیلی فنی سوال کنم، میترسم کل برنامه شما رو وارد این بحث بشیم، ولی من به شما اطمینان میدم که این کار شدنیه. یعنی ما میتوانیم با اشراف پیدا کردن بر جریان کالا، به ویژه کالای مصرفی خانوار، اون جاهایی که داره افزایش قیمت های غیر معقول اتفاق میفته رو بدونی که بخوایم مراجعه حضوری کنیم شناسایی بکنیم و باهاش برخورد